سلام بچه‌ها، چطوری؟ تو این تک تاک اکسرایی که خیلی هم یهویی پیش اومد راجع به خریده شدن سهام دیجیکالا توسط حرکت اول می‌خوایم صحبت بکنیم. مهمون ویژه داریم، امیر مستکین و علی مومنی که تقریبا دیگه تو تمام تک تاک اکسراهایی که مربوط به بخش ایران میشه همراه من حضور داره. حالا چند تا سوال می‌خوایم مطرح بکنیم که این خرید برای حرکت اول و همراه اول به عنوان حالا شرکت کلی‌تر چه سودی داره، هدفش چیه، رقبای داخلی خودش میخوان چیکار بکنن، ارزش گذاری چه جوری بوده نسبت به خارج، چیکار کردیم و در آینده قراره چه اتفاقی بیفته. قرار دونه دونه با بچه‌ها صحبت میکنیم، میپرسیم. خوب هستین؟ خیلی خوش اومدید. مرسی، متشکرم. سلام کوروش. به نظرم می‌ذاره در مورد خود معامله صحبت کنیم دیگه. دیروز خود اتفاقی که افتاده، ارزش خود هم دیجیکالا رو الان داریم. دیجیکالا گفتش که 30 توی این قراردادی که با هم اول داشته 30,000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده. 500 میلیون دلار. آره، کلش 500 میلیون دلار. 40% از این میزانو داد به همراه اول که میشه حدود 12,000 میلیارد تومان. و ولی 12,000 میلیارد تومان تا جایی که من میدونم پرداخت نکرده. آره، یه تخفیفی هم گرفت همراه اول، یه تخفیفی که البته این یه شزر بزرگه. تخفیف 30% گرفت. 30% گرفت و 8400 میلیارد تومان پرداخت کرد به دیجیکالا. که البته این چیز مرسومی ها، یعنی مثلا تخفیف های نقشه‌بندی توی این تراکنش های استارتاپی بین 20% تا 30% من زیاد شنیدم واقعیتش که وجود داره. یعنی اتفاق خیلی عجیبی نیست، اتفاق عجیب بیشتر اونجاست که چرا دیجیکالا 30 همت ارزش گذاری شده، یعنی 500 میلیون دلار کلا بعد از 17 سال. البته که اینم بگم که نمیدونیم که ما الان داریم فقط در مورد فروشگاه دیجیکالا صحبت میکنیم یا داریم در مورد کل گروه دیجیکالا صحبت میکنیم. چیزی که خودشون گفتن در مورد گروه دیجیکالا. خب اصلا تایتل که بدتره، که یعنی هولدینگ دیجیکالا با اون همه زیر مجموعه که داره که تو گزارشش هم میاد، حداقل فکر کنم 8 9 تا زیر مجموعه شو من الان یادمه، همش 500 میلیون دلار. واقعا یه ذره بعد از 17 سال دلیلش خب میدونیم تا حدودی. میخوای تو بگی علی؟ دلیلشو بگم؟ دلیلشو من نمیدونم. دلیلشو خودت بگو امیر. من چیزی که یادم میاد اینه که سال 96 یا 97 بود، دولت اول آقای روحانی تازه تمام شده بود و یه گزارشی اومد بیرون که در واقع یه سرمایه گذاری حدود 100 میلیون دلاری اتفاق افتاده روی شرکت دیجیکالا. یعنی توی گزارش‌های خود دولت این اومد بیرون، همون شرکت هلندیه که دقیقاً تریپل آی سی. و اون زمان در واقع این بحث مطرح شد که دیجیکالا مثلا بین 500 تا 700 میلیون دلار ارزش داره و همون روز یا یکی دو روز بعدش خود دیجیکالا یک بیانیه رسمی داد که هنوز توی اتاق خبرش وجود داره، که مثلا میگفتش که، حالا دارم نقل به مضمون میکنم دقیقش طبیعتا یادم نیست، ولی کلیتش این بود که ما برآوردمون اینه که مثلا توی سال 97 یا اگر اشتباه نکنم 98 قولا میگفتش که توی یک سال آینده یونیکورن میشیم، یعنی ارزشمون فرای 1 میلیارد دلار. الان 8 سال تقریبا گذشته و همون قد سال پیشه. آره، و این ببین این وسط اتفاقای خیلی زیادی افتاده، ما میتونیم نگاه بکنیم. ببین واقعش اتفاقی که الان امروز افتاده و حالا این دیلی که انجام شده با کلا 30 همت یا 500 میلیون دلار، از یه طرف خب جای خوشحالی داره واقعا، خب که بالاخره یه همچین اتفاقی افتاد، یه سری گره ها با این باز میشه. از یه طرف هم واقعیتش اینه که جای ناراحتی هم داره دیگه، خیلی بستگی به پرسپکتیو و نوع نگاه شما به قضیه داره که میخوای خوشبین باشی یا میخوای بدبین باشی. خب ما به عنوان خبرنگار فکر میکنم وظیفه داریم که هر دو تا بخش ماجرا رو برای کاربر توضیح بدیم تا باشیم فقط تا بتونه خودش تصمیم گیری بکنه. ولی واقعیتش اینه که مثلا دیجیکالا خیلی فکر میکنم که میتونست آینده روشن‌تری داشته باشه اگر یک سری موانع عجیب غریب روبروش قرار نمیگرفت، مثل بحث ورودش به بورس که سالها توی حاله ای از ابهام موند، مثل بحث خروجش از بازار ایران. که خب ببین شما وقتی که الان علی فکر میکنم یه سری آمارهای جذاب داره از در واقع استارتاپ های حاشیه کشور خودمون توی همین منطقه، خواستم بگم اونا رو اتفاقا. حالا مثلا اینا عدداشو علی دقیق‌تر میگه، من خیلی حضور ذهن ندارم، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا اونها میتونن انقدر بزرگ بشن و چرا اونها میتونن سرمایه های چند صد میلیون دلاری یا حتی میلیارد دلاری یا ارزش گذاری های راحت میلیارد دلاری داشته باشن؟ به خاطر اینکه در واقع حبس نشدن توی یک کشور.
و تو همون کشور مخالف حضورشون تو بورس نمیشن. حالا دیگه اون یکم بحث پیچیده‌تریه، ولی بحث در واقع بحث اصلی اینجاست که بر اساس پتانسیلی که اون شرکت ها میتونن در آینده داشته باشن ارزش گذاری میشن. برای مثال یک استارتاپ مثلا فروش لباس یا فروش مثلا تجهیزات الکترونیکی یا کلا یک فروشگاه اینترنتی، این چشم‌انداز براش وجود داره که توی کشورهای اطراف خودش هم بعداً فعال بشه اگر بتونه کارش رو درست انجام بده. خب توی ایران این چشم‌انداز وجود نداره. ببین من سال این توضیح هم بدم بعدش دیگه میکروفون رو به علی جان و شما بسپارم. سال اگر اشتباه نکنم 98 بود، من شخصی آقای حمید محمدی رو یک جای دیدم خیلی اتفاقی، و توی اون بازه زمان چندین بار صحبت شده بود راجع به این که دیجیکالا میخواد از کشور خارج بشه، یعنی بره توی کشور اطراف عراق و حالا مثلا چند تا کشور دیگه بره شروع بکنه رقابت کردن و بازارشو گسترش دادن. و اونجا من یادم با حمید جان توی آسانسور بودم و این سوال ازش مطرح کردم که چه اتفاقی میفته. گفت ببین مطمئنم که سال بعدی میریم. خب و از اون حرف حدود 5 سال میگذره. توی سال 401 که نشست خبری بود که 401 و 402 بود که در واقع همین سال دوباره مطرح شد که خب بر خط خودشون بود فکر آره با هم رفت بر خط بود. آره با هم بودیم که چرا این اتفاق نیفتاد، که اونجا خیلی شفاف دلیلشو گفت که خب مشخصا بحث تحریم ها و ما هر چقدر بالا پایین کردیم اینطوری شد که نتونستیم از کشور خارج بشیم. پس اون دیجیکالای که یک زمانی قرار بود مثلا سال 97 یا 98 1 میلیارد دلاری بشه و امروز 7 8 سال بعد داریم میبینیم که 500 میلیون دلار در واقع ارزش گذاری شده، صرفا به خاطر اینه که بخش عمدهش فقط این نیست، ولی بخش خیلی بزرگیش به خاطر اینه که در واقع چشم‌اندازی براش وجود نداره. شما چقدر خرید آنلاین وجود داره توی ایران؟ درسته ایران یکی از پیشروترین کشورهای منطقه است در بحث آنلاین بودن کاربرهاش، یعنی این واقعا این چیز چشمگیره. 79% جامعه کاربر آنلاین. آره خب کم کشوری هستش حداقل تو منطقه ما که اینقدر آنلاین باشه. و شما چی داری میبینی؟ میبینی که خب اوکی دیجیکالک ظرفیت فوق‌العاده یا پر کرده، ولی نمیتونه از اون جلوتر بره، نمیتونه از این در واقع بره فراتر از در واقع این مسئله. و خب دیجیکالا هم گزارش 402 شو هنوز نداده. درست 402 نه دوستان روابط عمومی دیجیکالا مثلا توی 3 ماه گذشته هر هفته به من میگفتن که گزارشمون قرار منتشر بشه، هنوز نشده. ولی ما میتونیم به از رقم‌های 401 اش استناد کنیم احتمالاً. آره بچه ها الان گرم، هممونم داریم میپزیم از گرما. در یه چند تا نکته رعایت بکنید که خیلی خوبه. راجب کولر گازی بهتون میگم، کولر گازی دماش یه جوری که آدم بدن درد میگیره، استخون درد میگیره، حتی ممکنه تو تابستون سرما بخوره. در نتیجه خیلی مهمه که دماش رو دمای 24 درجه که دمای آسایشه تنظیم بکنیم. اینجوری هم برق مصرفی کمتر میشه، همونقدی که میخوایم خنک میشیم، و اگر هم از یه محیطی میریم بیرون کولر اونجا رو ترجیحاً روشن نذاریم. حالا کولر آبی رو چیکار کنیم؟ میدونستید اگر واسه کولر آبی سایبون بذارید 20% مصرف برقش کمتر میشه و دور کند همون باد خنک رو به شما میده؟ پس پوشالاش هم به موقع عوض بکنید، سرویسش هم بکنید، خیالتون راحت. اگرم دیدید جایی کولر گازی یا کولر آبی جواب نمیده، در کنارش از پنکه استفاده بکنید به جای اینکه چند تا کولر رو با هم روشن بکنید. ببین الان گفتی که دیجیکالا فکر میکرد که بتونه از ایران خارج بشه و واقعا هم همچین چیزی واسهش امکان پذیر بود. الان خودشون هم همیشه خودشون رو با ترندیول مقایسه میکنن. خیلی زیاد، خیلی زیاد. اصلا توی و واقعا وقتی بری تو بهرش و داستانش رو بشنوی از زبون خودشون خیلی داستان غم انگیزه. واقعا تاسف آور. خیلی کوچیک‌تر هم هست ترندیول. چیزی که من شنیدم این بود که مثلا خود مثلا اون موقع آیه سعید رحمانی که مثلا مدیر عامل سراوا بود و مؤسسش و همراه مثلا سعید و حمید سفر میرن و اصلا ترندیول رو میبینن. خب که یک دفتر کوچیکی بوده یک جای اون موقع مثلا دیجیکالا برای خودش یه بروبیایی داشته و خب اون چه با بازار نسبتاً آزاد و حالا بدون تحریم اون چه رشد فوق‌العاده‌ای داشته و الان نمیدونم چند میلیارد دلار ارزش داشته. ترندیور 10 میلیارد دلار ارزش شده. کل اروپا رو گرفته، یعنی از ترکیه نه تنها تو خود ترکیه بلکه تو کل اروپا هم رفته. و من خاله خودم از آلمان و اون یکی خالم از انگلیس از ترندیور سفارش میدن، میاره واسه شون به سادگی. یعنی یه همچین اتفاقی که واسه مثلا دیجیکالا به راحتی و حتی در اسکیل بیشتر میتونست بیفته، الان خب برای ترندیور افتاده و راحت هم داره انجام میده. خب یکیش هم سیستم های پرداخته که خب ما نداریم دیگه سیستم پر، یعنی مثلا دیجیکالا برای اینکه بتونه پذیرا باشه
ویزا کارت یا چیزهای دیگر رو خب طبیعتاً یه سری نیازها داره که خب راه حل‌های دور زدن داره دیگه این قضیه. خب بین المللی کار می‌کنی باید دور بزنی یا نه باید دور بزنی؟ ببین خب مشخصاً الان به هر حال شنیده‌ای وجود داره از اینکه حالا گروه استم یا مؤسسین گروه استم دارن توی عراق فعالیت می‌کنن با تاکسی اینترنت، درست میگم؟ شنیده‌ها من نمی‌تونم رسمی تاییدش بکنم ولی خب واقعاً اینکه همچین چیزی هست، یعنی شما میتونی از این مدل هم استفاده بکنی. من احساس میکنم اینکه دیجیکالا در واقع خارج نشد از فضای ایران، یک بخشی شاید میشه گفت بحث تحریم بوده، یه حدث دیگه هم اینه که شاید یک بخشش دستوری بوده باشه. آخه شما دستور نمیدی که یه چیزی رو مثلا از عمد کوچیک نگهداری که خیلی عجیبیه. ببین حالا من دستوری شو راستش خیلی موافق نیستم. حتی منه واقعا یعنی حالا شاید دستوری هم باشه، یعنی غیر منطقی نیست روی کاغذ بخوایم نگاه کنیم، ولی انقدر دیگه یه سری عوامل دیگه هست که به نظرم بولدن، خیلی شاید نشه اینطوری بهش نگاه کرد. به مورد ترکیه که گفتی خیلی جالبه کوروش، فکر کنم دیگه همه میدونن دیگه ترکیه یک چند سالیه دچار یک تورم عجیب غریبی، حتی بیشتر از ما. یعنی من داشتم آخرین آمارشون نگاه کردم، جولای 2024 تورم نقطه به نقطه شون 62% بوده، مثلا تو می 75% بوده، این حتی از ایران هم بیشتره. ولی آقای اسمش هم یادم رفت، یا آقای مایکل ایوانز مدیر تجارت بین‌المللی علی بابا رفته اونجا موقعی که می‌خواستن فاند بدن به ترندیول و با اردوغان دیدار کرده، گفته علی بابا به بنیان‌های اقتصادی سالم ترکیه اعتماد دارد. یعنی یه چیزی فراتر از این قضیه مثلا تورم و این چیز از اینا، با وجود همین تورم همجوری دارن رشد. 15 میلیارد دلار واقعا عدد کمی نیست، 11 سال طول کشید که یونیکورن بشن، الان که دیگه دکاکورنن، از 10 میلیارد دلار رد شدن، دیریم گیمز رو دارن 3 ساله یونیکورن شد و گتی رو دارن که 6 ساله یونیکورن شد. گتی یه چیزی شبیه اسنپ و دیجیکالا جت و اینجور چیز هست، میاره مثلا سرویس سوپرمارکتیشون. آره اگر بچه ها نمیدونن من بگم. خب الان میدونی چی یه کوچولو حالا بحث اینو پیچیده تر میکنه و حالا شاید بتونم حتی از واژه ناراحت کنندم استفاده کنم، اونم اینه که در واقع این بزرگترین رقم سرمایه گذاری در شرکت هایی که به قول معروف توی اکوسیستم استارتاپی هستن. حالا طبیعتا نمیتونیم به دیجیکالا بگیم استارتاپ، ولی این بزرگترین عددیه که حالا در واقع به این شکل اینوست شده یا حالا یک خروجی اتفاق افتاده که مثلا ما کلا داریم در مورد مثلا حالا 12 همت با تخفیف حدود 8 همت صحبت میکنیم. آره دیگه، یعنی دیشب هم حالا کسایی که هستن توی مدیرا و نمیدونم همین تو این لول تو توییتر همه داشتن تبریک میگفتن، که البته درست هم بوده. میخوام بگم آره واقعاش این که اتفاق خوشحال به معنی یک اگزییت مثلا آره اگزییت به هر حال سراوا، ولی خب تبریک میگن که سراوا خارج شده از نه تبریک میگن به هر حال اگزییت کردن مرحله آخر یک سرمایه‌گذاری دیگه. سرمایه‌گذار که سرمایه‌گذاری نمیکنه که تا آخر عمرش اونجا باشه، سرمایه‌گذاری میکنه، کمک میکنه اون شرکت رو رشد میده که بعدش بتونه با یک سود مناسبی خارج بشه. حالا اینکه در واقع سودی که سراوا توی مثلا حدود این 10-12 سال کرده مناسب بوده یا نبوده، این محل مناشه سر به سر میشه یا آره این یک کوچه در محل اختلاف واقعیتش. و برای اینکه گمراه نشید شما باید ببینی که اون سالی که سرمایه گذاری کرده ریالش به دلار چقدر بوده، الان که داره خروج میکنه همون ریال به دلار چقدر میشه و اونجوری ببینید که سود کرده یا نه. یکی از دوستان تو توییتر حالا حضور ذهن ندارم کی حساب کرده بود حدود 25 برابر شده بود دلاریش. خب بازم بد نیست به نسبت یک سرمایه‌گذار استارتاپی. مثلا اتفاقی که توی سیلیکون ولی واقعیتش میفته میتونه چندین برابر این باشه، اصلا عدد بدی نیست. شما 25 برابر برای 11 سال و توی این اسکیل یه مقدار شاید کم باشه. درست موافق. حالا سروام دیشب بعد از اتفاق بیانیه دیجیکالا یه بیانیه داد، گفتش که این پول رو میخواییم در بیاریم و سرمایه گذاری کنیم. یه جا دیگه سرمایه من فکر نمی کنم، فکر می کنم سروام کلا قرار بره چون دونه دونه داره اگزیت میکنه دیگه، ولی حالا باید ببینیم. از تپسی هم فکر کنم خارج شد. نه الوپیک نوار از علی بابا هم خارج شد دیگه. چیزی نمونده تو چیزی هست که سرمایه گذاری بخوام بکنن توی استارتاپ جدید؟ این سوال خوبیه واقعیتش که حالا اصلا فضای استارتاپی فعلی ایران
بحث سرمایه‌گذاری توش به چه سمت و سوی میره و اینکه برای این در واقع مبالغ چه اتفاقی میفته، ولی خب یک کوچولو از بحث دورمون میکنه. اوکی، پس بذاری من اینو بپرسم، ترکیب سهام‌های دیجیکالا الان جدیدش مشخص شده؟ معرفی کردن نکردن؟ ببین شرکت‌هایی که هستن همشون زیر مجموعه همراه اولن دیگه، ولی خب جزئش رو امروز رو کدال گفتن که اون 40%؟ آره، اون 40%ی که الان همراه اول داره 20%ش واسه حرکت اوله، 10%ش واسه شرکت ارتباطات سیاره ایران، 5% سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا و 5% هم کسب و کارهای هوشمند. این 40% اینطور تقسیم شده. و اون ترکیب سهامداری کل گروه دیجیکالا هنوز ترکیب سهامداری به جز نیومدن بگن که الان کی چند درصد داره، فقط می‌دونیم که 40% حرکت اول داره، گفتم 22% هنوز برادران محمدی دارن که این 33% بوده، پس 11%ش اینجا تقریبا 33% بوده یه بخشی هستن، ولی هستن دیگه، هنوز به عنوان دو عضو هیئت مدیره هستن. و به نکته اش اینه که مثلا دیجیکالا حداقل توی 5 سال گذشته خودش نشون داده که خیلی به شفافیت علاقه داره، یعنی مثلا یکی از اولین شرکت های پیش رو توی بحث گزارش های سالانه دادن بود که خب گزارش های دقیق و خیلی کاملی هم میداد. حالا درسته که یکم دیر گزارششون میده، ولی خب به هر حال میده. و فکر میکنم حالا برادران محمدی هم واقعا آدم های قابل احترامی هن و حتی مسعود عزیزی که الان مدیر عامل دیجیکالا هست، فکر میکنم این آدم ها به شفافیت همشون علاقه دارن و احتمالا توی روزهای هفته آینده فکر میکنم که این دیتا های منتشر میشه. یه بحث خیلی مهمی که وجود داره اینه که در واقع همراه اول به هر حال یک شرکت بورسیه، خب و الان احتمال این که ما صورت‌های مالی دیجیکالا رو در بورس ببینیم از طریق حرکت از طریق همراه اول با 40% اینها، به هر حال احتمالی وجود داره که ملزم بشن که اونها رو هم شفاف سازی بکنن. چون ما همچین چیزایی قبلا دیدیم، مثلا حالا نمیخوام اسم ببرم شاید اشتباه بکنم، ولی چندین شرکت رو قبلا به این شکل دیتاهاش در واقع روی کدال قرار گرفت. آره خب این... پس خودش یک گامیه به بورسی شدن دیجیکالا. آره اینم چیزی که خیلی حالا داشتن صحبت میکردن و اصلا یکی از دلایل اصلی که میگن این اتفاق افتاد همین بود که دیجیکالا بالاخره بتونه به بورس راه پیدا کنه. و از این جهت هم واسه من حالا با من خبرنگار جذابه دیگه، چون که شرکت هایی که تو این حوزه معمولا بورسی نیستن و صورت های مالیشون شفاف نیست، ادعاهاشون حتی در مورد مسائل غیر مالی، مثلا در مورد سهم از بازارشون، چیزی نیست که حسابرسی شده باشه، اندازه‌گیری شده باشه، لازم باشه شفاف سازی کرده باشن واسه بورس. الان دیگه احتمالاً حالا اگرم دیجیکالا بورسی نشه، این چیزی که آقای مستقی میگن اتفاق میفته و میتونیم ببینیم که آقا این عدد رو زمین چیه، هم دیجیکالا در یک سال چقدر پول در میاره. خب الان ما دو تا اپراتور داریم که هر کدومشون توی قوله استارتاپی که دیگه نیستن دیگه سرمایه گذاری کردن، اسنپ توی ایرانسل تو اسنپ داره، همراه اول الان وارد دیجیکالا شده و حالا از اون طرف هم یه دونه خصوصی داریم گل رنگ که حالا از طریق تپسی و اینجور چیزا داره وارد میشه. از یه طرف ما یه سرمایه گذار خصوصی به شدت با چپ پر داریم که هر چی رو بخواد میخره و جز هم نمیخره، کلش میخره. از یه طرف هم دوتا اپراتور داریم که خب علی به من گفت خصولتی حساب میشن، ولی من تصور نمیم که عمدتا دولتی باید بشن اپراتورها. این خوبه بده؟ چه کمکی میکنه؟ چه ضرری میزنه به بازار؟ اصلا در نهایت این رقابت رقابت که به نفع مشتریه، ولی میخوام ببینم که بین خودشون چجوری این قوا رو میخوان تقسیم کنه و بالانس بکنن. شما بگو. ببین حالا یه ذره نظراتمون چت متفاوت باشه، ولی میشنویم جفتشو. آره جفتشو بشن. ببین این که حالا خصولتیه که ذاتاً به نظرم اتفاق خوبی نیست، خب ولی خب نمیشه انکار کرد دیگه، بخش زیادی از اقتصاد کشور رو هم مجموعه خصولتی در اختیار دارن و خیلی هم مثل تو کوروش الان ما داشتیم صحبت میکردیم فکر میکنن اینا دولتیان، یعنی در اختیار دولتن، ولی از لحاظ حقوقی بخواید نگاه کنیم اینا شرکت های خصوصی حساب میشن. شرکت مخابرات حدود 20% سهامش برای دولته، خب بقیهش متعلق به شرکت هاییه که اینا از لحاظ قانونی شرکت های خصوصی حساب میشن، ولی خب وابستگی های خیلی شدیدی دارن و بهشون میگیم خصولتی. ایرانسل هم همینطور.
ایرانسل سهامش، ترکیب سهامش 49% MTNه، 51% یه سری شرکت های دولتی هست. دولتی حالا حاکمیتی بیشتر حساب میشه. آره حاکمیتی. آره. حالا نکته که داره، من ترجیح میدم که یکم بحثو برم از عقب تر به قضیه نگاه بکنم، به سابقه همین اکوسیستم و اتفاقاتی که داشت توش میافتاد و اینکه چه جوری شد به امروز به اینجا رسیدیم که داریم میگیم سه تا بازیگر. خب که درست داری میگی. بحث اول اینه که خب کی شروع کرد داستان رو؟ یه جوری سرابا شروع کرد. خب و اومد جلو توی حالا بالاخره توانمند کرد میتونم بگم یه سری شرکت های فناوری رو که این استارت اولیه آره استارت اولیه زده شد. یه مدت بعدش حالا مثلا در واقع گروه اسنپ وجود اومد که خب حالا حرف عدیز زیاده که چه جوری به وجود اومده، ولی الان میدونیم که به هر حال ایرانسل سهم عمده ای توش داره و اینها با هم دیگه یک بازه زمانی مثلا 95 تا 97 خیلی رقابت سنگینی این دو تا گروه با هم دیگه داشتن و از یه جایی به بعد در واقع سراواهی تضعیف شد. خب و دیجیکالا در واقع بزرگترین بازیگرش بود، یعنی ما یه دیجیکالا داشتیم و بقیه. آره و بقیه و حالا میشه گفتش که گروه استاپ اتفاقا خیلی قدرت گرفت و خوبم جلو رفت. الان میشه گفتش که مثلا توی چند سال اخیر یه مقدار گروه اسنپ داشت یک تازی میکرد توی تقریبا همه بخشای در واقع فضای استارتاپی و خب نمیدونم الان دقیقا چند تا زیر مجموعه داره، ولی شما سوپر اپش رو نگاه بکنید تعداد بالایی مثلا سرویس داروخونه، دکتر، ارزم همه چی داره، حتی اسنپ شاپ هم که زد، یعنی رسما رفت روی تو زمینه بازی دیجیکالا دیگه. دقیقاً ما الان چه وضعیتی داریم؟ الان مثلا توی یک سال اخیر ما داریم تحرکات خیلی زیادی از سمت گروه گلرنگ میبینیم توی فضای اقتصاد دیجیتال و در واقع گروه گلرنگ میخواست بیاد و خیلی جدی با استفاده از تپسی و حالا شرکت‌های دیگه‌ای که قبل از تپسی در واقع تونست به دست بیاره یک مجموعه و یک سوپر اپی رو به وجود بیاره که مدیر عاملش هم یک ماه پیش بود فکر میکنم توی نشست خبری رسما این استراتژی رو اعلام کرد. پس ما در حال حاضر میتونیم بگیم که یه گروه استمپ داریم که خیلی قویه، یه در واقع گروه گلرنگ داریم که تپسی رو میخواد و همه اون شرکت های دیگه که خریده بود رو در قالب یک سوپر اپ بیاره بالا و در واقع میشه گفتش که راه سختی رو در پیش داره. حقیقتش اگه بخوام بگم جمع‌آوری اون همه سرویس و یک پارچه کردن اون ناوگان و اینا همه خودش درسته که در زمینه تاکسی آنلاین خب به هر حال یه سهمی داره که خیلی اونم باز محل اختلافه، یعنی اصلا میگه 8% خودشون میگن به هیچ وجه اینطوری نیست، ولی خب عددی هم نگفتن. ولی خب مثلا توی فضای نمیدونم سفارش آنلاین غذا خب خیلی تجربه‌ای وجود نداشته و خب کار نوعی داره انجام میشه. پایلت فعلا آره. فود دیگه آره رسما اوفود یا حالا که تبدیل شده به تپسی فود. آره پس ما الان اسنپ رو داریم، تپسی رو به اون شکل با حمایت گروه گلرنگ داریم و در واقع الان میرسیم به چی؟ به همراه اول. خب که همراه اول چند سال پیش حرکت اول رو بالا آورد و از طریق حرکت اول در واقع روی استارتاپ خیلی رسمی و اینها شروع کرد سرمایه گذاری کردن. قبلش هم حالا شرکت های دیگه ای داشت مثلا نور دنا اگر اشتباه نکنم برای سرمایه گذاری تو این حوزه، ولی خب حرکت اول دیگه خیلی وارد فضای استارتاپی شد و اینها. ولی مثلا سرمایه گذاری های خیلی کلان و عجیب غریبی ما نمیدیدیم از حرکت اول، بیشتر مثلا توی استارتاپ های سطح متوسط و این آچاره رو مثلا آره مثلا آچاره خب به هر حال بازیگر بزرگه تو صنعت خودش، ولی خب به نسبت آره حالا خب نیستش. در واقع همراه اول الان نشون داده که میخواد خیلی جدی تر بیاد وارد این بازی بشه. خب و ما الان در واقع این بازی سه تا بازیگره خیلی قوی خواهد ایران داشت. ایرانسل همراه آره ایرانسل همراه ایرانسل با گروه اسنپ، گلرنگ با در واقع تپسی، گروه تپسی فکر کنم شد اسمش و در واقع همراه اول عملا با آره دیجیکالا و همه اون زیر مجموعه قبلا. الان چیزی که من دارم میبینم دیجیکالا فقط یه سرویس حمل و نقل آنلاین نداره، اونم تقریبا از لحاظ تاکسی اینترنتی نداره، یعنی اونا غذا هم حالا میتونه با جت حالا یه حرکت هایی بزنه. غذا چیز گفته بود داریم جت
قرار بود بیاد. آره. من حتی دیدم. آره. یه بازه یه تو همین مصاحبه آخرشون آقای طباطبایی گفتن فعلا به فکر. آره فکر میکنم که مثلا این چیزی که دارم میگم برای 2 سال پیشه و خودمون صحبت کردیم با مدیر عاملش که گفت وارد بازار غذا میخوایم بشیم دلیوری غذا، ولی خب نشدن. درست. الان گروه اسنپ تقریبا همه نیازهای آنلاین کاربرا رو پوشش میده. گروه اسنپ میشه گفت یه جوری به تکامل رسیده. آره و حالا حتی تو جایی که من غیر رسمی خبر دارم یه سری ونچرهای دیگه یا یه سری زیرمجموعه دیگه رو آماده به لانچ داره که حالا به دلایلی هنوز لانچشون نکرد. بله دستش درد نکنه. آره دیگه این نکته مثبتشه دیگه. حالا هم مورد مثلا اسنپ فود رو ببینیم، خیلی اینطوری بودن که وقتی تپسی اومد که خب چقدر خوبه، خوشحال شدن اصلا. آره. خیلی آره یکی بیاد که بتونه رقیبشو به چالش بکشه، این در نهایت به نفع کاربر تمام میشه. یعنی این این بازی سگانه من فکر کنم در نهایت خیلی حداقل برای بازی 2-3 ساله به نفع کاربر میشه و از این جهت به نظر من خوبه. تیم قرمز، تیم سبز، تیم نارنجی. مثلا مثالی که خیلی ها میزنن مورد همراه اول و ایرانسل. درسته ایرانسل خصولتیه و موقعی که فکر کنم سال 85 دیگه اومد جدی شروع کرد دیگه، اون موقع مثلا سیم کارت چقدر گرون بود، چقدر در دسترس آدم ها نبود. خیلی با 7 تومن من یادم سیم کارت ایرانسل میتونید سیم کارت. آره ایرانسل اومد و اصلا یه تغییر جدی به وجود آورد. من فکر میکنم حالا یه نکته رو میخواستم بگم که جا موند، اونم بحث در واقع اینه که اساسا چرا دیجیکالا همراه اول رو انتخاب کرد. من فکر میکنم گزینه‌های دیگه هم وجود داشتن، حداقل تا جایی که من خبر دارم. مثلا 2 سال پیش یک گروه فناور اطلاعات خیلی بزرگ توی کشور رسما داشت این کار رو انجام داده، یعنی داشت توی دیجیکالا اینوست میکرد و من باشون صحبت کرده بودم و از من خواستن که حالا این خبر کار نکن چون هنوز نهایی نشده، ولی همون زمان مذاکره دیجیکالا با همراه اول هم در جریان بود. من فکر میکنم که حالا این بحث قطعا یه نکات منفی در دل خودش داره که نمیخوام اونا رو در واقع بگم وجود نداره، اما بیایم به خود همراه اول به عنوان یک در واقع نهاد نگاه بکنیم، بگیم که آقا همراه اول اگر بیاد توی یک استارتاپ سرمایه گذاری بکنه، خود هویت همراه اول چه کمکی میتونه بهشون بکنه. واقعیتش اینه که همراه اول بزرگترین یوزر بیس ایران رو داره. اتفاقا داشتم به پارتنرشیپش از طریق همین پیشینه اپراتوریش فکر میکردم که چه کمکی و میتونه بکنه. من حدس میزنم یک بخشی از این که در واقع ما یکم رو عدد احساس میکنیم کمه، یا مثلا به هر حال ما که تنها نطبیعتن یکم اکوسیستم اینطوری شده که چند سال پیش قرار بود 1 میلیارد دلار باشه، الان چرا 500 میلیون دلار در واقع ارزش گذاری شده. شاید یه چیزهای پنهانی هم توی این در واقع چیز وجود داشته باشه، توی این دیل وجود داشته باشه که ما ازشون خبر نداریم، مثل در واقع امکاناتی که همراه اول قراره در اختیار در واقع دیجیکالا یعنی بذاره، بخشی از این فضای پروموشنی که قراره. آره از این ارزش گذاری رو در قالب پروموشن سرویس این مبلغ آره خریداری شده. آره, آره میگم بقیه شو مثلا میتونه جور دیگه جور ولی انتخاب همراه اول از این لایه اگر بهش نگاه بکنی میشه گفت انتخاب هوشمندانه ای بوده، تا اینکه مثلا شما بری از یک شرکت فناوری اطلاعات دیگه ای که یا هلدینگ بزرگه یا سرمایه ای بگیری و خب اون میشه فضای پروموشن رو دیگه ندید. آره اون میشه صرفاً حالا یه سرمایه گذاری و یه فروشی انجام شده، ولی این میتونه یه همکاری به وجود. آره. بیاره. حالا نمیدونم که ما مثل کشورهای دیگه یه شورای رقابتی داریم که این همکاری رو بخواد زیر نظر ببره و بگه که این حالا باعث به وجود اومده چه میدونم مونوپولی میشه تو بازار یا حالا دست بالا رو میده. البته من فکر کنم تنها چیزی که من میدونم همون اسنپ تپسیه که با هم کارشون به دادگاه کشیده شد. اون خیلی موارد ریز بود دیگه تو این سات فکر کنم خیلی کاری نداره. یعنی هر چی بزرگتر میشه دیگه کار. آره هستا دیگه خودت میدونی دیگه تو خودرو مثلا ساعت خود. دیشب داشتم در واقع نگاه میکردم بیانیه رسمی خود دیجیکالا رو، علی و تیم که زحمت کشیده بودن خیلی سریع کاور کرده بودن، دمتون گرم. ولی اتفاقی که افتاد وقتی بیانیه دیجیکالا رو میخوندم و یا توییت حمید در واقع محمدی رو میخوندم رئیس هیئت مدیره دیجیکالا، خیلی در مورد این که این بزرگترین سرمایه گذاری اکوسیستم، این خوبه، این مسئله رو داره در دل خودش، مثلا سراوا بزرگترین برگشت سرمایه رو داشته که خب درست داره اینا فکته، حالا میشه بهشون انتقاد وارد کرد، ولی خیلی در مورد گذشته بود. یعنی میخوام یه ذره بیانیه رو تحلیل بکنم، خیلی در مورد گذشته بود.
خب و اینکه الان چه اتفاقی میفته، یعنی یک نگرانی که وجود داره. به هر حال ما داریم در مورد همراه اول صحبت میکنیم که سهامداراش الزاما خصوصی نیستن، حداقل یه بخشیش بزرگترینش که مخابرات، حالا مخابرات. علی میگه مخابرات که بخشش بر دولت، بخشش بر حاکمیت. این شکلی میشه به قضیه نگاه کرد که در واقع خبر خوبی که حمید محمدی داد این بود که آقا تیم مدیریتی دیجیکالا قرار نیست تغییری بکنه، ولی مشخص نیست، یعنی در واقع الان حداقل مسعود فعلا هست. آره خب یک مدیر فوق العاده است واقعیتش برای حفظ ساختاری که وجود داره و خیلی خوب تونسته کارو جلو ببره. اما نکتهش در اینه که چه تضمینی وجود داره که در آینده این تغییر ایجاد نشه؟ خب و آیا به هر حال ما قراره تا سالهای آینده همین ترکیب مدیریتی رو ببینیم؟ این سوالی که به نظرم وجود داره. و اگه بخوام یه کوچولو بیانیه رو تحلیل بکنم، بیانیه نمیگه که چه اتفاقی قراره برای دیجیکالای آینده بیفته با این توافق مالی که انجام شده و با این تغییر سهام. خب یعنی شما الان نگاه بکنید، ما یکی از قرمزترین اقیانوس‌های ممکن ایجاد شده، یعنی الان شما اسنپ رو به شکل فوق‌العاده قوی داری، گل رنگ به شکل با تمام قواش وارد بازی دیجیتال شده و دیجیکالا حالا با این همکاری چه تغییر رو میخواد در آینده در رقم بزنه که اولا سهم از دست نده، دوما سهمتون رو به دست بیاره؟ دقیقا مثل اینه که گفتی، یاد میلاد منشیپور افتادم که خب حالا مدیر عامل تپسی بود، بعد گلرنگ اومد این شد رئیس هیئت مدیره، بعد از اونم خارج شد و الان فکر کنم دیگه هیچ. اون یه ذره ماجرا پیچیده‌تری بود ولی خب مثال غلطی نیست. آره میشه این اتفاق بیفته واسش، یعنی حالا الان مسعود طباطبایی مدیر عامل گروه دیجیکالا است. مدیر عامل گروه نیست، مدیر عامل بخش دیجیکالا، خود فروشگاه دیجیکالا. پس مدیر عامل کل گروه از بین دو تا محمدی ها یکیشونه فکر کنم. حمید محمدی مدیر عامل گروه دیگه. خب به هر حال این هم میتونه این اتفاق باشه. ولی من در کل حرفم اینه که خیلی دوست داشتم ببینم که دیجیکالا چی میگه در مورد این توافق و چه تغییری قراره بکنه، چون همونطور که گفتم خیلی ما دیجیکالا رو به معنی دیجیکالا کلاسیک میشناسیم. خب که شما میری تو اپلیکیشنش یا تو میری توی وبسایتش یه خرید انجام میدی، قراره مثلا بین دو روز، حالا بعضی محصولات بله همون روز هم میتونه به دستت برسه، ولی بین مثلا به شکل نرمال دو روز تا یک هفته، شاید یه ذره بیشتر توی بازه‌های پیک طول بکشه سفارش به دست شما برسه. خب ولی به هر حال بازیگرای دیگه هستن که میخوان این زمان رو خیلی کمتر بکنن. خب و دیجیکالا با اون عظمتش شاید نتونه مثلا، یا خیلی کار سختی در پیش داشته باشه که بخواد با این مدل بیزینسی بازیگرای جدید رقابت بکنه، مثل استاپ و تپسی شاپ مثلا، که خب هنوز واقعیتش اینه که محک نخوردن و باید بخورن. آره تپسی شاپ دقیقاً میگه که زود میره. تپسی شاپ دقیقاً و حالا اسنپ شاپ جفتشون اون سیستم در سریع ترین زمان ممکنی که برای حالا هر کسی مسافر ماشین پیدا میکنن، همون سیستم رو دارن تو سیستم های، یعنی تو سرویس های فروشگاه خودشون هم پیاده میکنن، که خب این کاملا با دیجیکالای کلاسیک متفاوته. باید ببینیم که دیجیکالا همونطور که امیر گفت واقعا ناوگان با اون گندگی رو میتونه اجایل ترش بکنه یا نه، خصوصا اینکه خیلی هم کار پیچیده، یعنی چون میگم بخشی از ناوگانش هم در اختیار خودش نیست اصلا، یعنی خب مثلا فروشنده خودش میفرسته یا اصلا کلا یه مقدار پیچیده میشه. بعد توجه کن هر چقدر مثلا یه سری موانع این شکلی بذاری که مثلا کار سریعتر انجام بشه، مثلا فروشنده بفرسته، کنترل خودتو داری روش کم میکنی و احتمال خطا توش بیشتر میشه. الان هم هست دیگه، تقریبا سفارش هایی که خود دیجیکالا تو انبارش داره و خودش میفرسته همه بی نقص تر دست کاربر میرسه. ما واقعا داریم در مورد اپریشن واقعا پیچیده صحبت میکنیم، خب که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی من فکر میکنم که دیجیکالا با توجه به ترندی که داریم توی رقباش میبینیم به یک تغییر جدی و فوری نیاز داره. تقریبا پیشنهادی هم داری که چجوری کارو بکنه؟ واقعا سوادشو ندارم، فقط دارم میبینم که اتفاقات بیفته دیگه. این در حوزه اختیاراتو فکر کنم مسعود و حمید و سعیده که بتونن این کار انجام بدن. صحبت دیگه ای داری تو علی؟ نه من صحبتی ندارم، من فقط امیدوارم که همه اینا به نفع کاربر تموم شه. منم برای برداشت شخصی میدهیلی که
از آینده خیلی صحبت نمی‌کنن، فکر کنم همون چیزی که خودت گفتی، این بنده خدا هر چی گفتن نشده. یعنی تو فرض کن که یه شرکتی هستی که قرار بود بشه، خب ولی من یه چیزی خیلی ناراحتم میکنه، اونم اینه که شرکت‌های ایرانی، شرکت‌های فناوری ایرانی توی یک بازی زمانی بسیار طلایی وقت داشتن که برن توی منطقه فعال بشن و الان رسماً دیگه اون پنجره زمانی بالای 90% بسته شده. یعنی مثلا شما اگر اون زمان استارتاپات میتونستن مثلا از بورس جذب سرمایه بکنن برن توی کشورهای منطقه فعال بشن، خب ما چند تا برند ملی خفن میتونستیم توی این زمینه داشته باشیم که الان احساس میکنم یه ذره دیر شده. یعنی همون کشور خودشون پلتفرم مشابه آوردن بالا، همچنان هم شدنی ها، ولی رقابت که خب پولش طبیعتا خیلی بیشتره و خب دیگه الان. و یه نکته دیگه هم میخواستم بگم، اونم این بود که من انتظار داشتم واقعاً تو 2013 مثلا این شرکت ها بخش زیادشون برن بتونن برن توی بورس، یعنی تو دولت قبلی، و واسم خیلی عجیب بود که فقط تپسی تونست این اتفاق رو رقم بزنه. بیشترم از این جهت بود که دیجیات آخرین مصاحبه محمد جواد آذر جهرومی رو باش انجام داد، مانی قاسمی بنیانگذار دیجیات رو باش مصاحبه کرد و اونجا از آقای جهرومی میپرسه که آقا شما این همه مثلا در مورد فضای استارتاپی و بورس و اینا در واقع صحبت کردیم، ولی خب اینا تاش نتونستن برن توی بورس. آقای جهرومی جواب جالبی میده و میگه که آره ما خیلی تلاش کردیم و اینها، ولی من احساس میکنم که توی دولت بعدی هم اوایلش احتمالا کل این مشکلات حل میشه. خب که این جواب تو دل خودش معناهای زیادی داره و اینکه توی اون سه سال نیمی که دولت 13 هم سر کار بود این اتفاق نیفتاد یا فقط یکی از استارتاپ‌ها در واقع تپسی تونست وارد بورس بشه، خیلی به نظر من نکته ابهام برانگیزیه و فکر میکنم که اگر این اتفاق میافتاد و شرکت ها میتونستن وارد بورس بشن، حالا یا به هر حال مشکلات سریعتر حل میشد یا به هر شکلی این اتفاق میافتاد، اون پنجره زمانی حضور توی بازار منطقه انقدر بسته نمیشد. ببین حضور تو بازار منطقه من میدونم راجب کی داری صحبت میکنی، ولی متاسفانه هیچ وقت تضمینی بر موندن تو بازار منطقه نیست. یعنی پیش نیازهایی که نیازه واسه این که تو بری و بمونی، ما داریم توی یکی پرتنش ترین مناطق جهان زندگی میکنیم، این چیز بدیهیه. آره خب ولی هر لحظه هم این اتفاقات سیاسی تو رو به یه سمت و سو میبره، یعنی تو مثلا یه توپی رو موج دریا، یه تیکه اینوری یه تیکه اونوری. یعنی ممکنه بود اینا مثلا هزینه میکردن اینور اونور میرفتن، ولی خب موندنش با توجه به فشارهای این یک در واقع بازیه که تو واردش میشی، خب شاید ببری شاید ببازی، واقعا شده که هیچ کس پیشگو نیست دیگه، باید بری ببینی چه اتفاق میفته. ولی اگر اونجا اون اتفاق میافتاد و پتانسیل شرکت ها به فضای ایران و یوزرهای آنلاین فقط ایران محدود نمیشد، ما ارزش گذاری 500 میلیون دلاری روی دیجیکالا نمیدیدیم. چه بسا سرویس بهتری هم ارائه میدادن، چون نیاز مثلا چه میدونم یه عربی که تو امارات زندگی میکنه و انتظاری که از یه سرویس آنلاین داره با ما طبیعتا متفاوته، چون سرویس های دیگر هم تست کرده. حالا من روی این واقعیتش خیلی بحث دارم، خب که فکر میکنم توی ویدئوی دیگه اگر بشیم در موردش حرف بزنیم بد نباشه. اونم اینه که ما توی ایران فکر میکنیم که سرویس بدی داریم میگیریم. نه نمیگیم سرویس بدی داریم میگیریم، یا سرویس احساس میکنیم سرویسی که مثلا آمازون هر جای دنیا که میده، قبول دارم آمازون توی آمریکا شاید سرویس بهتری داره میده، ولی مثلا توی یه سری کشور دیگه من زیاد دیدم که تا یک ماه کاربر باید منتظر کالاش باشه. خب یا مثلا این که انقدر در واقع شما سریع میتونید توی خیابون وایسادی یه تاکسی اینترنتی بگیری از یه جایی بده ها، چرا باید این همه آدم راننده باشه؟ ولی دارم فقط به اون قسمتش توجه میدم که شما به عنوان یک یوزر داری از اون سرویس استفاده میکنی. این توی مثلا من خودم تجربه اوبر گرفتن تو چند کشور داشتم، خب واقعا اذیت شدم که یعنی خیلی اذیت نشدم، اتفاقا با بنز رفتم. خب ولی واقعا دارم میگم با بنز سری اس مثلا منو بردن فرودگاه و خیلی از ناچیزی هم دادم و یه بار سوار بنز سری اس شدم همون موقع بود. ولی واقعا چون که خب استرس داشتم، صبح خیلی زود بود، میخواستم از هتل برم فرودگاه و خیلی این مدلی بود که
باید صبر میکرد. میخوام بگم که آقا ما سرویس خوبی داریم میگیریم توی ایران، حتما نقص داره، اینو حتما باید بشینیم یه بار دیگه خیلی عمیق‌تر در موردش حرف بزنیم. اما ما احساس میکنیم ما اونور رو تجربه نکردیم. سرویس هایی که اونور وجود داره رو اصلا نمیگم که بدن یا مثلا اینور خیلی بهتره و همه اینها، ولی میگم که مقایسه ما یه مقایسه ذهنیه، یه مقایسه عملی نیست. خب اگر بچه ها مثلا بیننده از کسی که مثلا از اوبر زیاد استفاده میکنه اونور یا مثلا از آمازون زیاد سفارش میده، میتونن راحت یه مقایسه ای بکنن که مثلا سرویس های ایرانی در چه خدماتی رو میدن، در چه اسکیلی، در چه بعد زمانی و اونور چه جوریه. بله اونور هم خیلی راحت تر مثلا کالای تو رو قبول میکنه که پس بگیره، اینور تو حتما چالش خواهی داشت با اینکه بخوای یه کالا رو بدی چه کالا در واقع برگردونی یا پس بدی، یا حالا سخت تره اونور خیلی بدون قید شرط تره یه سری مسائلش. یه بالانسی وجود داره دیگه. من فقط حرفم اینه که باید نگاهمون یک مقدار واقع بینانه باشه. چیزی که من توی سوشال مدیا میبینم اینه که اونور عالیه اینور خیلی بده، این شکلی نیست. حرفم اینه، حرف تو در کل درسته، همه جا سرویس بد ارائه میدن، ولی راجع به اوبر استثنا من یه چیزی بهت بگم. یه دلیلی که ممکنه اوبر کمتر باشه دو تا دلیل داره، که یکیش خودت گفتی که خب افراد کمتری نیاز دارن که راننده بشن طبیعتا. دوم اینه که اوبر تقریبا تو هر شهری تو هر کشوری که فعالیت میکنه یه چالشی با شهرداری و سیستم‌های حمل و نقل عمومی اون شهر یا کشور داره، که یه نمونهش مثلا انگلیس بوده که اون اتحادیه تاکسی های انگلیس همه شاکی بودن از اوبر که داره قیمت میشکونه و اون وقت دیگه سرویس ما داره کمتر استفاده میشه، حمل و نقل عمومی داره کمتر استفاده میشه و ضرر میخوره، و به همین دلیل اصلا یه سری قراردادهایی با اوبر بسته شد که شما سرویست رو داخل سیستم حمل و نقل عمومی لندن هم پیاده سازی بکن که تاکسی ها هم ببینن اینا، حتی اونایی که اوبر رو مثلا حالا نسخه دراویش رو نصب نکردن. و یه همچین سیانت های ریزی داره از حالا حمل و نقل های عمومی خودشون میشه، که میگم شهر به شهر کشور به کشور این داستانش متفاوته. و حتی یه بازی هم فکر کنم تو خود دیجیات هم نوشتیم که فعالیت اوبر تو لندن مثلا ممنوع شد. چند وقتی سر همین، و حالا بعدا یه دیل تو کام دارا خسروشاهی که دوباره شد مدیر عامل، اون رفت این قضیه رو درستش کرد. یعنی مدیر عامل قبلیه گندی زده بود تو این قضیه. یا همچین سیستم هایی هم دارن، یا مثلا من میدونم که کریم با گوگل مپ یه ادغاماتی داشته و شما توی همون گوگل مپ که داری نگاه میکنید سیستم آخرش نمیشه کریم و تمام تاکسی های دوروبر شما رو آنلاین نشون میده. حداقل از این جهت از ما یه مقدار بهترم، و میگم حالا یه سری محدودیت ها هست، یه سری اتفاقات هم این برابر میفته دیگه. ولی خب از یه طرفی هم ما حق داریم بگیم که سرویس هایی که اینجا دارن میدن بدن، چون اونا رو هیچ وقت تست نکردیم. درست. و اگر مثلا چه من به کاربر حق آره. میدم که مقایسش این شکلی باشه، صرفا یه درخواست دارم اونه که یه مقدار بیشتر تحقیق بکنیم روی این قضیه. باید آره این اتفاقات بحث جالبیه. آره باشه این آره یه بار میتونیم بشینیم خیلی عمیق‌تر بشینیم کامل بحث بکنیم، که حالا حداقل ماهایی که افرادی که تست کردن بیاریم باهاشون صحبت بکنیم و ببینیم. چون مثلا من تنها تعاملم با آمازون این بوده که یه واسطه این وسط بوده که اون واسه هم میآورده پول خونه باباشم یکی چی رو وزینه عمل و نقلش و اینا، و هیچ وقت طعم سفارش آمازون درب خونم رو من نچشیدم. در نتیجه نمیدونم که این چجوری پس میگیره چیکار میکنه و اوبر و هر سرویس دیگه. در صورت حالا این اتفاقات افتاده و اینم والا بد نیست دیگه. والا دیجی کالا هم باید ببینیم که با این من واقعا دوست دارم ببینم آره ببین چی کار میکنه با این سرمایه‌گذاری قدر. کمترین قسمتیه که مدیرای دیجی کالا در موردش حرف زده بودن. شاید خودشون نمیدونن که باید چی کار میکنن. میدونن ولی خب به هر حال ملاحظه دارن. آره بذار ببینیم چی میشه. اوکی نظرتون راجع به این حالا خرید بگید، به نفع ما یعنی کاربر نهایی خواهد شد یا به ضرر ما خواهد شد، اصلا کلا دیدگاهتون رو دوست دارم بدونم. اینجا امیر جون ویدیو هم منتشر شد، لطفا کامنت ها رو چک بکن، اگر سوالی بود که با نتونستیم جواب بدیم خود لطفا جواب بده. آره آره قطعا اون بخشش بیشتر سوال میشه و این قسمت آخرش که همه میان از تجربه های عجیب غریبشون از این سرویس های آنلاین می نویسن. دم شما گرم که توی این چند دقیقه همراه ما بودن. باریکالله یه نیمه فوتبال با ما بودید دیگه، اشکال نداره.
امیدوارم که لذت کافی رو برده باشی و چیزی بهتون اضافه شده باشه حقیقتا. خیلی ممنونم تا والا اکتاک اکسرهای بعدی که بکنم خیلی زود دوباره من علی رو میبینید. مواظب خودتون باشید. مرسی. خدا حافظ.